وطن آزاد گشت شادمان باش، ز جور روزگاران در همان باش. وطن دیگر پریشانت نبینم، گل حسرت بدامانت نبینم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. وطندارای عزیز، هر جایی که هستین خوشحال و آرام باشین. باز ما احمد رشا در یکی از گزارش های شهری خواستیم بیایم کابل قدیم، قصه ها با هموطن های خود داشته باشیم. کابل قدیم ماشاءالله کوچه های تاریخی خود داره، اما یک کوچه را به نام کوچه شمرزا میگن. خواستیم بیایم قصه ها با هموطن ها داشته باشیم، تا خاطرات شماهایی که دور از وطن هستین تازه شوه. با امید که تا آخرین لحظات برنامه ما را همراهی بکنید. دمی کنار ما یکی از مویسفیدا، یکی از بزرگای قوم، یکی از برکت های کابل قدیم استاد است. السلام علیکم و رحمت الله. کاکا جان خوب هستین؟ خوب، ساعت من بسیار زیاد خوش آمدین. خوش باشین کاکا جان. بسیار ما خوش شدیم که شما از این کوچه های سابقه و از این مسجد های سابقه دیدن میکنین، از مردم ما دیدن میکنین، از زندگی مردم ما با خبر میشین. بسیار جای افتخارات است. قربان تجی بابا، میشه که همین اسم زیبایی تا بگویی با دوست؟ اسم ما آجی زبایدلا است، باشنده از امی کوچه شمرزا است. خب آجی صاحب بزرگوار، چقدر وقت میشه خود دمی کوچه زندگی میکنی؟ والا تقریبا دمی کوچه 45 سال میشه. ماشاءالله 1.5 برابر عمر ما. خداوند عمر طولانی نصیبت بگردان آجی بابا. خب خیلی بیا دیگه بخیر، از امی خاطرات کوچه شمرزا را برای ما بگو. والا اینجا بسیار مردم های شریف و نجیبی بودن، همیشه وقت یک اتفاق و یک اتحاد و یک همبستگی داشتن در هر امورات زندگی. بیادر اگر بار کدام فامیل مشکل پیش می شد، همی بزرگا بودن، همی مردم حال گذار بودن که با اون مشکلات می رسیدن، چی خوشی بود چه غم در دیش می رسیدن. فعلا هم بیادر شکر همبستگی بسیار زیاد خوب دمی کوچه است. مردم های بسیار شریف در کوچه است، از مردم های قدیم ما هم در کوچه هستند. دیگه جای بسیار افتخار است که حال شکر آرامش و همی گپ هم در وطن آمده. ای چور و چپاول و ما بلدوزی و ای گپ ها با آمدن امارت اسلامی ای از بین رفته. قربان تاجی صاحب، آجی صاحب، همی کابل قدیم چندین کوچه های مشهور داره، میشه که یک چندانش بر ما نام بگیریم؟ آجی آقا جان، این کوچه به نام شمرزا است. از این کوچه که گذر میکنین میرین باز کوچه بارانه میه، با سمت شرق ما که اگر شما حرکت داشته باشین او کوچه را به نام آینگری میگن، که همین چیزهایی که ظروف که ضرورت بود برای مردم ما در اموج ساخته می شود، از قبیل کلنگ، بیل، ترازو، یعنی چیزهایی که ضرورت یک فامیل بود، اما اموج از طریق امی هاینگرا، تبر، تیشه ساخته می شود. بسیار یک بازار مزدحم و یک بازار بسیار خوبش بود، اما متاسفانه که به اثر امی جنگا یک قسمت از این از بین رفت و امی مردم از این بیادر ماجر شدند. و فعلا هم یک چند دوکان معدود در همه آینگری هست که حالا فعلا هم باز ضرورت مردم در همه جرف همیشه. دیگه این به سمت جنوب ما که میرین اینجا به نام کوچه خرابات، درخت شنگ، شالبافا، بیادر مردشویا، دیگه جوی چل دختران، کلش در همین سمت است. خرابات در همین سمت جنوب ماست. دیگه مسجد های تاریخی مسجد ملا محمود است در همونجا. دیگه این طرف به نام مسجد گلدسته بسیار یک آثار تاریخی داره، بسیار یک مسجد خوب است. دیگه از قدیم هاست، دیگه تقریبا گفته میتونیم که قدامت از اونها در کدامش به 100 سال، یک و نیم صد سال و الا 200 سال میرسه، 200 سال میرسه. دیگه به سمت غرب ما اگر حرکت میکنین اینجا به نام کوچه زلاخان میگن، به نام کوچه قصابی میگن، که کوچه ها به نام کوچه زلاخان در اونجا همی چیزهای علوی سازی ساخته میشه، از قبیل بخاری، چری، نلای بخاری، نلایی که مثلا ناوهای که برای بامبا شانده میشه، این همی چیزها در اونجا ساخته میشه، به نام کوچه زلاخان مشهور است. و در امی کوچه از زلاخان به یادی ما یک نفر به نام آجی بود،
حاجی رحیم ای بسیار یک شیریخ فروش ماهر بود. به نام قالبی یک شیریخ تیار میکرد. بله. که بسیار مردم های شهر کابل میامدن از او استفاده میکردن و از این لذت میبردن. بسیار چیز بسیار خوب بود. دیگه در طرف شمال ما بازار رکاخانه است. باید در باقلی مردان است. در اونجا نفرهای بسیار مشهور و نفرهای بسیار قدیمی بودند که به نام حسن علی به نام حسن نام داشت، حکیم نانبای نام داشت. اینی مردمایی بودند که بیادر از اون مردمای سابقه بودند و مردمای بسیار شریف و نجیب همین وطن ما شما بودند. دیگه باز بسر کوچه شمرزا همی کوچه هست. اینمی کوچه شمرزا هست. اینمی کوچه شمرزا هست. از یکی میریم شما او طرف گذار میکنیم. او را به نام معجد آینگری میگن. بازار آینگری میگن. طرف شرق. نگه اینمی خانه و اینمی خانواده ها کلی زرم اینجا زندگی میکنن. یک مکتب بسیار سابقه و یک مکتب بسیار قدیمی ما داریم که به نام مکتب بیقیس که در اونجا ما خودم درس خواندیم. ماشاءالله. تا صنف شش در مکتب بیقی درس خواندیم. بعد از او این مکتب ابتدایی بود، از صنف شش بالا نبود دیگه. دیگه اینمی بازار را که میبینین، اینمی خانه را که میبینین، اینا تخریب شده بود در وقت جنگ ها. اینمی پس اثر مردم تا بم توانایی خود ای را گرفتن سای باباد کردن. این اصلا خانه من نیست. این نمی خانه هست. این نمی خدا خانه خودت هم خوب است. پختکاری و آمود خواهش میکنم. مقبول. خواهی دور بسر که همین خانه ما را ما نمیشناختیم که زمین ما چی شد، خانه ما چی شد. در وقت همین جنگ های بدبختی از همین جنگ نه کلکین مان، نه دروازه مان، هیچ چیز نمان. فقط یک زمین خالی مان. ما او زمین خالی را قسم شناسایی کردیم که دو یک درخت داشتیم یا دو یک چا داشتیم. از همون ما ایره پس شناسایی کردیم و بالاخره آهسته آهسته پس ایره ما آباد کردیم و فعلا دیش زندگی میکنیم. دیگه همین سمت هم که میبینین تا باخر به نام کوچه شمرزاست، تا اونو قسمت هم به کوچه شمرزا تعلق داره. بعد از او باز به کوچه آینگری میشه. بعد از او به نام کوچه سادوا میشه که یک وقت بدر امی سادوا در می باز محفل ها دیگه شما خونه ایدین محفل هایی که میشد بازی ها یک دو دانه یک دول داشتن یا در پشت خود بستن میکردن. بازی یک دانه یک سرنای چی هم داشتن، یک دانه زنگ چی هم داشتن. بازی ها به نام طول جنگ یاد میشد. طول جنگ بارم این همی گپا بود سب دیگه. مردم ها بدر خوش بودن، مردم ها بسیار آرام بودن و حالا شکر آرام است. ممتا اینمی قدر است که خداوند یک فضل و کرم رو هم روشنی کنه که در این مملکت ما دیگه دشمن ها دست درازی نکنه، ما را بانن که ما با ما زندگی خود این وطن خود بسازیم. قربانت حاجی صاحب. حاجی صاحب بزرگوار، امی هر کوچک از خود نام داره، مثل کوچه آهنگری یا لبیسازی یا پخت فروشی همو کار در موجه انجام میشه. بله بله. این کوچه به نام کوچه شمرزا است. در ایجا دیگه البته همو کار شم میشده. ایتور بود صاحب که در وقتی که من پدرها قسم میکردن، این بزرگای ما قسم میکردن که در اینجا شم ریخته میشد. این شم هم از این شم مردم استفاده میکرد، مردم گذر استفاده میکرد و این شم به هرگ میرفت. به خاطر روشنایی و میگه پاش همین شما میرفت به هرگ و دیگه مردم های اهل گذر هم از این شم استفاده میکرد. بازی به نام کوچه شمرزا یاد شد. از اون قدیم و عدیم به نام کوچه شمرزا یاد میشه. خب وطندارای عزیز، ما هم خواستیم بیاییم که خاطرات شما هموطنا تازه شوه. کوچه به کوچه کابل قدیم انشالله میگردیم، گزارش ها به هموطنان خود میداشته باشیم. یک جهان تشکر میکنیم از حاجی صاحب بزرگوار که بسیار یک معلومات فصیح بر ما درباره کابل قدیم داد. یک جهان تشکر از شما. اگر چیز گفتنی مانده باشم ما که کامری ما در خدمت. فقط اینم قدر گفتنی دارم که خداوند یک فضل و کرم در این وطن پرده، یک اتفاق یک اتحاد خداوند در این مملکت پرده. خداوند فضل کنه که جوانای ما پست صاحب تحصیل شوند، صاحب دانش شوند، صاحب خوام شوند. و اینمی آرزوی کل از این وطن، کل از این مملکت است که پسرای ما کلش با ثبات شود، کلش با ادب شود، کار و یابی برشان شود،
دیگه از آمدن شما بسیار زیاد تشکر میکنم، تا از صمیم قلب از شما تشکر میکنم که خبر ما مردم را گرفتین. از ما وظیفه ما از کاکا جان. اگر چای نوش جان میکنین، نان میخورین. یک جان تشکر. خواهش میکنم. دمرتان برکت آجی بابا. سلام علیکم. خب دوستای عزیز، جان سپاس میکنیم از آجی صاحب بزرگوار که با واقعیت بسیار یک مرد دانا و حلیم بود. لذت امو قصه ها دمو جایی است که امو کسایی که زندگی میکنه در کابل جان و زمان تیر کرده، ما میتونیم که از وا خاطرات خوب داشته باشیم. خدا را شکر آجی صاحب دیگه بسیار خاطرات خوب داشت. خدا کت خوب استی؟ جان جور است؟ ما بخیر. نامک زیبا چی است؟ سوراب. خب سوراب جان، خانه شما هم در کوچه شمرزا است؟ بله. خب مکتب میری؟ آه. دیگه یک ترانه برای ما بخوان، یک تلاوت بکو، دیگه کمی جا دوستا منتظر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والنار. صدق الله عليه العظيم. ما شاء الله، نام خدا. تلویزیون یا چینل جامعه افغان درست است؟ موفق باشید. بیادرت است؟ خب دوستا، وقتی که در کوچه های کابل قدیم قدم میزنم، امو آرامش و امو صداقت و صمیمیت از ایجا معلوم بشه. یک تعداد متنان ما که در کوچه های کابل قدیم زندگی میکردن و حالا مسافر هستند، دور از وطن هستند، دیگه ما خواستیم بیایم تا امو خاطرات تان تازه شود. دیگه اینه خوب است که یکی از دکاندارای کوچه شمرز قصه داشته باشیم. چطور رفیق؟ سلام. خوب هستین؟ خوب هستین برادر. جان و جور است؟ چطور است کاروبار؟ خوب است شکر الحمدلله. دوستا مگه خوب است؟ فضل خدا شما خوب است. نامک زیبا چی است بزرگ؟ محمد بلال. خب بلال جان، همین کوچه را به نام کوچه شمرزا میگن دیگه. این کوچه شمرزا است دیگه، ایجش تندورسازی گفته میشه. من ما در مابین کوچه تندورسازی و شمرزا هستیم. خو ان شاء الله دیگه خیرتی است. بله خدا شما. خانه ما اینجا است شما؟ امی خانه ما است اینجا. خو آزا خانه آزا ما است. بله صاحب. خوب ان شاء الله از کار بارت راضی است. زنده باد. آ دیگه خوب است الله. اموار حکومت که بیا چی حکومت مراد باشه، چی بیا در حکومت پیشین باشه، کار بار است، شکر برکت است. کام زره دیگه کار بار شیشتا. درس خواندی ان شاء الله؟ در 2000 خلاص کنیم، 7 سال پیش. ماشاءالله 7 سال پیش خلاص کردی. چند ساله بودی که خلاص کردی؟ قدر دستم تو خواه. 8 ساله بودم. خب با چرا ادامه ندادی رفیق؟ ولی در کار باری اپا بند شدیم. پدر جان چی کار میکنه؟ رستوران داره. خب ماشاءالله چرب هستین دیگه. امو کسایی که رستوران می داشته باشه تا بند دیگه نسبت به دیگه مردم ها یک ذره کارشان جور می باشه. بله یا نه دیگه در اون دو هتل دارم که میای قابلی دیگه در 300 روپا می خورم. پدر جانت که وقت خانه میاد دیگه نخواد هیچ حوصله گپ زدن نداشته باشه. صبحکی وقت میاد و شب نو وقت میره متر است؟ نه شش به صبح میره، شب 10 بجه میاد. از ما یکی از دوستای موتل داره، پرسانش کردم که می اولادای چطور است، خوب هستن، کلان شدن یا نه؟ گفت خوب است شکر، کلان شدن، یکی شقه شده یکی شقه. ما گفتم چرا با رقمی مثال ندادی؟ گفت ما که صبح میام و دخو میباشه و شب هم که میام و دخو میباشه. کسایی که هتل داری میکنه با وقت کارشان سخت است. همون طرف خب چیز گفتنی نداری به عنوان یک جوان که پنتون نخوندی، 7 سال پیش مکتب و خلاص کردی، اگه چیز گفتنی داری؟ ما با جوانای از افغانستان همین نیت دارم که در کشور خود باشن، کار بار در کشور خود ادامه بدن. ای ایران و ترکیه و این کشورهای به درد نمیخوره. اگه اروپا رفتی برو، یک چیز در اروپا است. من در ایران یک پا ایران چی باشه مردم افغانستان در اوجه بره. امی های فام رو ما که تیر میشه. ابا خدا این های فام رو آدم در اوجه بری، پودری، شیشه ای، تریاکی، صد عملی شد میشه در افغانستان پس می جور نمی از ایران. از وطن جور میری و پس از اسم مریض می آرام باشی بچه وطن در کار بار چای چیز بیاد. شما نازدانا کد کدام تان؟
خوب است انشالله. نام خدا چقدر خوب استایل زدی جان جور است. سعدمند است. دوستان خیلی است. فضل خداوند شما خوب است. چرا در کاروبار نرفتی یا کاروبار نداری؟ کاروبار نیست. کاروبار که باشه بره. کاروبار فعلا بسیار کم شده در افغانستان. کاروبار بسیار کم شده. در کاروبار به جوانو مساعد نیست. اگر چطور کار نمیکنی؟ درس خوندی خودت؟ درس خوندیم بالا. خلاص کردی؟ خلاص کردیم. ماشاءالله. چی و خلاص کردی؟ تقریبا 3 سال میشه. در سال 1400 یک آمادگی میگرفتی که در یک پنزه خوب کامیاب میشدی که با وطن خدمت میکردی. انشالله جستجویش میکنم. انشالله که میخوانم. خب در پلی ازی که درس خوندی دیگه کسب و کار چیز زیاد نداری؟ کس دارم قصاب است. من قصابی میکنم. ماشاءالله. دکان دارین؟ دکان داشتیم مال فعلا قلف است. دیگه نرخ گوش بلند رفته، مردم توانش نمیرسه بخره. دیگه بس امو خوب بود قلفش کردیم. ما خواستیم بیایم از این کوچه های کابل قدیم یگان گزارش داشته باشم. اینا خدا را شکر خودت هم دیدم. واقعا از این کوچه های کابل قدیم بوی صداقت و بوی راستی میاد. خب اگه چیز گفتنی داشته باشید زنده باشین. گفتنی ما نمیسنیم. مردم همگی قوم پرستی نباشه، کلاگ یک دست باشیم. من وطن ما جور شده نیست. ان شاء الله با امید که کل ما نمات خوشحال باشه، خنده در لبای ما باشه. خب دوستا تشکر از اینکه تا این لحظه در کنار ما هستین. دیگه قصاب و وطنام می داشته باشیم. رفیق مزایمت خونه میشم. یک دو سه دقیقه قصاب کنیم. مزایم خونه میشم. خوب است ان شاء الله. رقم کدی والا عوام گرم است. جان و جور است. خیرتی است. بخیر است جان جور. زنده باشی. پشت هم اومدی؟ بله جانو. خانه دور است یا نزدیک؟ خانه دور است. خانه بارانه است. کوچه بارانه. از کوچه بارانه اومدی در کوچه تندورسازی پشت هم؟ بله جانو. خب در هر کوچه که ما دیدم نل است. در کوچه شما نل نیست؟ در کوچه ما نل است. دیگه خب مردم زیاد است دیگه. یعنی رسیدگی نمیشه برای کلگی او. یکی از ضرورتی های 100% او از دیگه در خانه کم نباشه دیگه بیخی جنجال است. در این محل یک در این محل دیگه کم بوده و بسیار زیاد است دیگه. یعنی این محل ما شما کلگی با او بسیار زیاد نیاز داره و ازدهام زیاد است، ولی نل بمبه بسیار کم است دیگه. او هم در نظرم یک ذره پایین تر شده در زمین او یک ذره کماوی شده در این وطن. بله جانو. انشالله زندگی خوب است، نرمال پیش میره. الحمدلله احسان پروردگار است دیگه. چی وظیفه و چی کار بار دیگه؟ دیگه فعلا بیکار است دیگه. قبلا چی کار میکردی؟ قبلا دمی امارات بودم دیگه. نظر به مشکلات دیگه با وظیفه ترک وظیفه کردم، ندانستم این وظیفه رو دامن داده. البته که تناسورت بودی دیگه. دیگه بعضی مشکلات ها در خانه. بله جانو. بیا خداوند خودت داشته باشه. با امید که پس در وطن ما اوخیزی شوه و که در هر خانه ها پس هم چا اوایش برای زنده و سلامت باشه. خداوند شما چیز گفتنی ندید؟ برکت ببینی. خوش آمدید رفیق. زنده باشه. خب دوستا پس طرف کوچه شمریزا میریم. خب دوستای عزیز یک چند تصویر از کابل قدیم ببینن. انشالله هستیم با شما. دوستای عزیز سلام مجدد. امید است که تصویرهای زیبای کوچه شمریزان که دیدن خوشتان آمده باشد. که یکی از کاکاهای ما سر خوردیم. کاکا جان سلام. و علیکم السلام. خوب هستین شما؟ بخیر هستی جان. بچه خوب هستن؟ شکر برادر گل. سلامات و احترامات خود را تقدیم میکنم به تمام کسایی که در تلویزیون مرا میبینه. ما میفهم یک چیزی نکات که یاد دارم راجی به کوچه ها معلومات را میگم. قربان تاجی بابا. با واقعیت شما برکت هستین در کوچه های کابل قدیم. خودت مثل استاد اشقری چه خوب یک دکانک داری. ما محترم مگه برد بگویم که معلم متقاعد لیسه حبیبی هستم. 42 سال در معارف کار کردیم. اهل معارف هستم. خیلی خدمات شایان رو در دولت انجام دادم. دیگه من بدر ماش تقاعدی رو نگردیم. یک دکانه که بسیار ضعیف و ناتوان دارم محترم. مقصد گزارم خودم میکنم. اما دولت دیگه چی برش بگویم؟ باید یک فکر کنه دیگه. قربان تو ساجان خداوند. درباره ماش متقاعدی نیچ کدام چیز نگیرن، تصمیم نگیرن. امارات اسلامی والا معلمی بسیار خوار و پریشان است برادر خانم. باز در چی یک لیسه مشهور خودت استاد بودی؟ لیسه حبیبیه. از حبیبیه تقاوت خود گرفتیم برادر خانم. خوب و خدا که به تو روزا شده که من یک کراچیگک دارم در دکانم سودا نیست. کراچی که در بازار یک من تو که معلمی چاکت هایی که معلمی میرم دوستان حبیبی میکشم میگرد برادر تو معلم تاریخ ما بودی لیسه حبیبیه.
او تو هر روز یک نفر خود روز 1000 روپم برای بخشش داده میخواد. گفتم استاد ما بودی استاد تاریخ ما بودی چطور گفتم والا ما تقویت خیلی خوار پریشان هستیم بیادر راستم ابتر هستم والا بلا کسایی که آجی بابا خدمت به این وطن کردن دستایشان قابل بوسیدن است. تشکر دوست بتون است. خداوند رحم بکنه سر کل ما و شما. خداوند در مقابل همی زحمات کشیدی اجر دنیا و آخرت نصیب بگردانه. حال دیگه بخاطر که مصروف باشی دیگه در خانه مادم دق میر آمدی این دوکانه که جور کردی؟ این دوکانه که جور کردی مگه مصروفیت برای من است مگه سرمایه بسیار کم است محترم والا گزاره نمیشه مشکلات زیاد است اقتصادی اقتصادم خیلی ضعیف است والا محترم. بچه ها چی کار میکنن؟ یک بچه دارم و هم تکلیف مریضی داره سنگ مسانه داره یک اون 10-15-20 روپه رو سر از اون محترم والا مصرف کردی میره حالا خوب است یک اون تکلیف دارم حالا اولش هم ایوالش کلش نپقیش با دوشم هست محترم. استاد بزرگوار همی خانه که فعلا میبینیم خانه خودت هست؟ همی خانه بسیار قدیمی است. خانه است که تقریبا اگر بگویم قدامت هست تقریبا در حدود از 100 سال هم زیاد است. 100 سال شاید باشه پیش هم. یک کس اگر استاد همی زندگی میکرد باز استاد آمد خانه از استاد خرید و من در سال 1380 یعنی مدت 23 سال از من اینجا زندگی دارم بترم اصلا جای من علاودین است علاودین بالا قدامت کل چیزا را از اونجا من برس میپوم که بگویم راجع به علاودین اما راجع به این شهر کهنه است خوب منطقه است شهر کهنه هم با وقت جای دوست داشتنی است کوچه های کابل کابل قدیم در کل دوست داشتنی است پر خاطره است خب خوشحال شدیم ماجی بابا قربانت تشکر خداوند کارو بار برکت نشر میکنی امشب نصرش میکنیم ساعت 9 بجا تلویزیون چی جامعه افغان خب اگر چیزی دیگه گفتنی مانده باشه از پیش مایک کامری تشکر تنو یک گفتنی به می دولت دارم به امارت اسلامی دارم والا باور میکنی که این دولت اسلامی امارت اسلامی رو ما قبول هم داریم دولت اسلامی است واقعا اما کارش کابر ستایش من در قسمت همین ما شما تقاعدین و بسیار سرنگاری میکنن صاحب هیچ عقل کنه فکر کنه که همین آدم چه سر کار کنه چی بخوره یا نشکم میکشنه میشه که من گزاره کنم چه کنم که سر کار جور کنی تالنگ شمالی جور کنی سر چوک جور کنی جور کنی جور کنی مگه معلمین خوار پریشان باشه مظاهره کردیم دیایون ما رفتیم غال مغال کردیم چیخ زدیم مو بردن میمونه اولاد هم میمونه هیچ کس آواز ما رو نشوندید بدن کنیم والا قربان زبان تاجی بابا درد دل هزاران متقاعد خودت بیان کرد یعنی خود تو مگه امروی زبیلا مجاهد یا دیگر زوامای بزرگ اگر مصاحبه کنی کرد گپ بزن بگو برادم یک تصمیم بگیرند برای این مردم میمونه گوشه یگاله ما که گوشه گی بود چون سرک قریزی را به شما داد تو سرک جور کنی خو بدر گیم مهم است شکم اول شکم ور ترمیم کجور که بازو سرکا و بازار را جور کو والا توکل به خدا جی بابا آرام باش خب چای دونه میدرم دون با خدا این قربان تو جی بابا تشکر دارم لطف تو نگا دوستا زنده باش قربان تو جی بابا دوستا خدا را شکر که دم کوچه های کابل قدیم ما از برکت شماها قدم میزنند خب میریم باش که بیاد آما جان بیا ما را هم میریم اگر بتانیم که تمی آجی مامای ما را یک چند کلمه گپ داشته باشیم خب ایت مشکل نیست که ما را مریض داشت بگم قدم زده روان استیم تا قصه ها با متنای خود داشته باشیم انشالله از رسم و رواجه که در کابل قدیم بود انشالله سوال ها از هم متنا می داشته باشیم بگم تشکر از که تا این لحظه در کنار ما هسته ما را امرایی میکنین از هر قسمت کابل جان که شما خاطره دارین در کومن نوشته بکنین انشالله ما براتان برنامه تهیه میکنیم دوستا دیگه این اموطن خوب است خیلی جوره خیره قوارید پش اوغانا واری مالو میشه و فارسی گپ میزنیم یک پختونیم بلد است پختونیم جوره انشالله خیره در الله رحم نکراری ده دلتا مکور ده دلتا مکور نه نابای که شاگردی ما خانان بایی که شاگردی ده کم زای نراغلی نگرار نراغلی ما خوب بسی اوس راغلی دلتا او بسی راغلی دلتا دیگه دینا بور ما نابای که شاگردی ما بیا اوراز تا 100 روپی ورکی مالا 300 روپی ورکی راکی 300 کور خوب یادلتا نده مسافر مسافری ما کور بینگرار کده جانان بھائی دیر گرم نہیں دی ولا گرمی دی استو کو مجبوری دا نو بس آرام ہو سی ماما توکل بہ خدا خودت بچے قم پشتم اومد خب بیا بیا رفیق خاموش یک تعداد ہم وطنان ما هستن که با کامرا سیاست دارن یا زیر تاثیر میرن دیگه کوچه های کابل قدیم است دوستا امو آبادیایی که سابق بود او آبادی ها نمانده یک تعداد که اقتصادشان خوب بود
تانستن که مو خانه های خدا تغییر بتن، خانه های جدید برای خود بسازن. اما لذت کابل قدیم دمو خانه های گلیش است. خداوند آرامش سر تا سری در تمام افغانستان نازل بگردن. ماما جان خوب استی؟ الحمدلله. مانده نباشی؟ نباشی. از کار نمانیم تا؟ ولی رو بشکای خالت هم رو بیانی برم. ایجا خودت او انتقال میتی؟ او یه خانه است. من ما در روز با تیر روز با در برشان میارم. اگر مدن بایسام در گروه کو خلاص. مگه آب دادن ثواب دادن؟ خداوند داشته باشی. در یک تایره کار میکنی؟ آه در یک تایره. خانه هم در می کوچه هست؟ در یک نجاره هست. از قلعه نجاره ایجا میایی؟ آه ایجا میایی ما. چقدر وقت میشه که خود در یک کوچه کار میکنی؟ ما تقریبا یک علم امارات که آمده دو سال میشه، سه سال میشه مخواه وقت. انشالله کار بارت میشه. الحمدلله شکر است. قربان در کار بارت برکت آجی بابا مزاحمت نمیشه. نازدانه را کجا برده بودی؟ سلام سلام خوب استی؟ سلام بیادر جور است. جور است. خیر استی؟ دخترک تا؟ نما کشی است؟ ازی اوما جان. اوما جان قند. اوما جان چطور استی؟ دین روز خود است. اختانده است. خب مادرها باید مادرها باید در کل مواظب اطفال ریزه خود باشه تا نسوسن. والا این درست که یک سیاسه رو موضوع گای بر دیک چه و گای بر یک چیز بار اشته کس دیگر. بیا خداوند شفا بتشه یک اشته تا کلان میشه خیلی مشکلات ها و خیلی خود ما شما چقدر شوق بوده؟ والا این نمی تو کل ما شما بوده از اشته کی که اشته که نمی حالا داره کالای جهاد در جانت هست؟ در دکان اینجا مستریگری دارم. یعنی هر کسی لغمانان حلال پیدا میکنه جهاد میکنه. او گپ خو سعیز بیادر. مستری چی هستی؟ مدراستم بیادر. چطور از کاروبار باز؟ شکر شکر بیادر میشم هرچی خانه و تک پک شکر از اگه با نموشم شکر است. یک تک پک میشم باید. یک ذره احتیاط بکنین که پایک شاری در خیلی خدا نه چقدر گریان کرد چقدر نارام کرد. گریان خو زیاد کرده بیادر مشته خو گریان میکنه بر بارو. شیرینی اولاد با بیننده بگو چقدر شیرین است؟ اولاد خب با چقدر که ما شما شیرین بوده می نوکه خب بر ما شما شیرین است بیاده. خودت می فهمیدی که ما چقدر سر پدر مادرم شیرین است؟ والا نه بیادر اشتکی معلوم نمیشه. خب ما که حالا فکر میکنیم که سرمایه که شیرین است خب ما شما می نوکه بوده بدون شک. خب چیز گفتنی برای ما نداری؟ قربانت بیادر خوش باشی روز خوش چای نان مان چیز اشتیا داری قربانت. قربانت شکر. خب دوستا یک اندازه مواظب اطفال خود باشیم که اطفال خورد جگرم خون شد سوختند پا یک خدا. دوستا یک چند تصویر ببینین انشالله هسته مینمو تو قدم به قدم با هم پیش میریم. سلام مجدد دوستا عزیز، امید است که تا این لحظات خوش گذشته باشه. همراه جلال جان سر خوردیم، قصه ها داشتیم، اما یک جوان بسیار رشید و دوست داشتنی که با کوچه های قدیم کابل یک شعر سروده، خودش سروده، لیکن شال از زبانش میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. یادم آید هر زمان کوچه های کابل، یادم آید هر زمان کوچه های کابل، جوانان کاکه شوربازار و تختپل، مردم تق تق آهنگری و کوزه های کلالی، مردمان رسایشش چون ساخه چاخه سنبل، خانه های گلیش بود بهتر ز قصرها، آن آواز خراباتش صدای بلبل، مردمان با فرهنگش فرهنگان با هنر، هر کتاب و مقاله اش مثل یک دستگل، جلال دارد اگر مانگر بمیرد، هر زمان بریزید بر سرش آب و گل کابل. با احترام قربان جلال جان، خداوند عمر طولانی نصیبت بگردانه. با وقت بچه دوست داشتنی هستی که کابل کابل نازدانه را دوست داری. دیگه اگر کدام شعر دیگه با کابل داشته باشی یا کم کم فعلا خمی بود. آرام باشی جلال جان. تشکر. خواهش میکنم. زنده خداوند به تمام آرزوهایت برسانه. زنده باشی. همچنین سلام. دوستان ما در کوچه شمریز قرار داریم. شمریزا که یک تعداد هموطنان ما خوب است که در کنار ما است. امی کوچه را چرا شمریزا میگن؟ سابق که بود در وقت ببرکالمل و ترکی افیزلومین کوچه شمریزا بود، با پیشش کوچه تندوسازی بود، باز پیش که میرد کوچه بیرقی است. بیرقی است و این مموریت است این وسط.
نامه که زیبای خودتان با چه قم پسانه کرد؟ نام خودم فریدون آقاست. فریدون آقا، خودت چقدر وقت میشه که در این کوچه شمریزا زندگی میکنین؟ از وقتی که خدا هستم مکردم، این وقت ببرکال مرد دیگه همیجا تولد شدیم. از وقت افیزنامی همیجا هستیم در این منطقه. امی خانه ها در نظرم یک ذره تغییرات آمده، یک تعداد هموطنان ما نوسازی کردن. اما کابل قدیم که بود، اما خانه های گلی و امی دروازه ها. آمو جان، بوی صداقت از امی دروازه ها میاد. این موجود سابقه است. موجود چی میگن؟ چی میگی؟ شملا، موجود شملا بود. این پیشش که میری تنگیست ده. بله. تنگی سابق بود، اتندوسازی، شملیزا. باز پیش که میری گو بریش خود، یک نقصه نگار است از بابه مست از قدیم. اموجا تابال است. خب امو آباتی سابق مانده، تابال مانده. مانده، وقع تغییر نکرده. یعنی خانه این دو بود سابق. اون دو گذر که میگفتن اموجا هست؟ اون دو گذر روسی نست. این کوچه خرابات که میگه روبری از اون گذر تا باز از راه پیش خرابات. خانه اون دو کی زندگی میکنه؟ خودشون هست یا کس نه دیگه کس هست. سال اون دو هر کس خانه خود سودا کرد. نصفش سودا شد، نصفش مردم شیش، نصفش غرابت شد، گم شد مردم. چقدر صداقت بود در کوچه ها؟ بسیار صداقت مسلمان. بود. مسلمان کلش گرد و بود. یک جای زندگی میکردن. یک جای زندگی. دینی تنگی که سیدو آقا میشینه، مرای آقا میشینه، دو تا بیادراست در خانه از اموی یک اوندو میشش تو اونجا و اوندو برامد باز یا ششت یا را خرید از اوندو. اگه اوندو هم بود افغان بود؟ از خود ما بود. از خود افغانستان بود؟ یعنی هم خانه اوندو بود. اونو هم خانه اوندو بود که در اون منطقه. اون پیش که آمدی در ایدم اون در چیز که مالا مشابی اینجا هم خانه اوندو بود. تا از اونجا که می تا این نمیستد خانه اوندو بود. با پیش اوندو گذر که میری تا پشت خرابات خانه این دو بود. خب چقدر تغییرات در کوچه های کابل قدیم آمده؟ نظر بدید. بسیار تغییر آمده. این تعمیرا افتاد، اینجا خانه افتاد. اینی خانه دیگر رقم بود. سراچه بود تو تا میشد و بالا میشد. این خانه دیگر رقم بود. حال یکم ذره تغییر کرده، کوچه ها هر رقم شده. کس دو منزله انداخته، کس سه منزله انداخته. کس داره، کس نداره، بیچاره و ناتوان است. اگر داشت میندازه نداشت، صبر خود به خدا میکنه. امی خانه های قدیم کابل بسیار خوشایند و در تابستان سرد و در زمستان یخ بود. اما تو اگر بود، بله خانه خودتان چطور است؟ ترمیم کرده یا امت سابقه است؟ امت سابقه است، همیال روبری بریم معلوم میشه. یا میریم دیگه کم خانه خودتان هم ببینیم. روبری سابقه. کابل قدیم خانه پدرم است روبری. همین سفید که کار کردین؟ بله این خانه سابقه از چند سال میشه که است. این خانه یک دفعه چپه شد پس جور شد. حالا بمو حالتش است. بمو نقش نگار که جور که اون دو تا درخت مالون میشه اونو برای فون پولی کن ببینی نقش نگار شد. آمو جان تصویره شداشت باش. خانه قدیمی یا خانه پدری فریدون جان است. دوباره اینمی محوطه برای ما معلومات بود. اینجا زمین کسی است یا خانه بود؟ اینجا تنگی بود. سابق در یک دو تا دروازه کلان کلان بود. و در این وقت دوسیمی ها که گدوت شد گلم جمع ها که آمدن این را بعد رمت دروازهش گم شد دیگه نهیده میشه. تا بالا که سایبش بیاید؟ سایبش نیست دیگه فرانسه رفته. خب فریدون جان خودت چی کارو بار میکنی؟ من خودم والا بعد کراچیوانی میکنم. یک تایره یا چهار تایره؟ نه یک تایره. دمی کجا میباشی؟ در افغانان میباشم، فروشگاه میباشم، دان و باغ میباشم، اینه میجا چکر میدونم. آزا خانه آزا مسجد خوب از کرا خانه میتی. یک تعداد هموطنان ما یک کراچی یک تایره دارن از دورترین نقاط میاین اما کار میکنن پس را کرا میتن جان. چطور کنم مسکین مجبور است کرا بده دیگه جان. یک شعر برای ما بگو. یک والا شعر یاد ندارم. از سابق در مکتب که بودیم در یادم از میگه شب فروزان مکتب است، بوی که رزوان مکتب است، مکتب تو را عقل کند، دانشور را فاضل کند. شب فروزان مکتب است. بدون شک مکتب که است ستون یک جامعه است. بله یا مکتب که نباشه، تحصیل که نباشه، یک جامعه مکتب که نباشه میره محبت و دوستی و کمی گم است. برده شد دیگه کدام سو میبرش هر سو که رفعال دوستی است و قدر نه دیگه. دمی کوچه شمریزا امو وطندارای سابقتان که در این کوچه بود آلیا مستن یا هر کس هر صورت؟ هر کس هر صورت. اینی که بود خانه کاکا شرف بود سابق. این دی کوچه یک دی بغل است. سابقی خانه کاکا شرف بود. اینی هم خانه کاکا شیر است کال میشینه سابق. اونو هم آقا صاحب است مامای مرای. خب بسیار خب. یکی از
محسن صفیدای امی کوچه شمرزا است شمرزا. تاریخی ایجا و همون خاطرات ایجا پیش است. بله ها. خب خدا کنه عادی صاحب اگه وقت داشته باشه. سلام علیکم آقا. یک جان تشکر. قربانت. خوشحال شدیم آقا صاحب که خودت هم دیدیم. سلام علیکم. آقا صاحب بزرگوار. خوب هستی انشالله. اینجا من نیچه باشه. چطور هستی؟ شما خوب هستی؟ جان سنگو؟ آقا صاحب بزرگوار ما امروز آمدیم تا خاطرات یک تعداد هموطنان ما که در خارج زندگی میکنن تازه بگردانیم. آمدیم تا از کوچه شمرزا خبر بگیریم. آیا مثل سابق است؟ آباتی شده؟ همو وطندارای ما که جز زندگی میکردن هستن یا جای دیگر رفتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از اول تر بنو سپاس آمدن شما رو خیلی مقدم میگم. قایبون بیچاره رو تشکر. دی منطقه غریبانی بیچاره و مسکین ما آمدن. از ما زندگی کردن. واقعی هم که کوچه مثل سابقه دار کوچه نامدار است. کوچه از کوچه بسیار سابقه است. مردم هایش از سابق تقریبا در 95% از افتر 5% مانده. و دیگه هم کنیش مردم غریب بچاره غریب نشین است که از کمیز بکندار است کراچیوان است و بچاره غریب مردم است. لیکن انانات و اینسان به میک بارت کام بود و می آلت توان مانده. مرحمات ها ایچی نپی نشده. و ما با تمیاد هم قسم سابق بود همه قسم سابق این شیل است ایت کم تاوادش نامده. اگر کنم بگفتن که کنم سرکشی می اگر سرک باید اگر کنم تاول دیگه پینه نامرد می به مون نقشه سابق خود اگر خانه ها جدید هم آباد شده به مون نقشه سابق خود آباد شده این چیز این چیز هم خود سابق آباد شده هیچ کنم تفاوت هیچ کنم تغییر یک تغییر در بوش هیچ نامرد تغییرات داشت نامرد آقا صاحب دیگه خودت در نظرم از پدر پدر هم اینجا زندگی میکنم از پدر پدر رفت پوشید منطقه است در خودم پدر پدر کلار مجین منطقه بنیم مجین منطقه است برادم همه کوچه های قدیم کابل در کل دوست داشتنی و پر از خاطره است. سلامت باشید. خدا دیگه جوانی های تمیجا تیر کردید. بچگی بیان داریم این تولد تولد نیم دمی شد. دمی کوچه تولد شد. خودم پدرم پدر خودم پدرم پدر کلون دمی کوچه تولد شد. دمی منطقه تولد شد. خب بگی دیگه خاطره خوش و تزمی کوچه که دمیجا بودی برای ما و با دوستان. خاطره خوش و بشارجام داریم که مردم چون خودم غریب هستم مسکین هستم با غریبا و مسکین بیچاره هستم همین خاطر خوشم است که همیشه همیشه با غریب مسکین بیچاره بریم حالا با غریب مسکین بیچاره هستم خدمتگار مردم هستم میخوام به من خدمت کنم قربان هستم این خاطر است فقط کل مردم غریب مسکین بیچاره است خودم هستم با منو یک جا هستم مسکین هستم نه هستم با نه قربان هستم همین درویشی هم کم از پادشاهی نیست با درویشی درویشان محمد فخر میدان صلی الله علیه و آله قربان هستم به شکر قربان تا قاسب یک جان تشکر خداوند داشته باشید قربان هستم خدمت دوست کردی شما اگر اگر چیزی گفتنی داری دیگه ما کامره ما جسد باید موفق سفرات میکنم یا بی بطن دولت خود میخوایم موفق سفراتی شما را از برادر میکنیم از این دیگه قدم رنجه کردیم یک جان ممنون بسیار جا تشکر بدار جان قربان تا باسم خدا را شکر که امرای آقا صاحبم گفت شنو داشته دوستای عزیز یک جان تشکر که تا این لحظات در کنار ما بودن اگر در جریان برنامه کدام سوء اشتباهی از ما سر زده باشه با بزرگواریتان ببخشین انشالله گزارش های شهری می داشته باشیم هزار نقاط افغانستان که شما خاطره دارین در کامنت نوشته بکنین انشالله ما گزارش تهیه میکنیم تک تک تانا بالا جان سپردیم وقت خوش الان نگه دارم